سلام به ویدیو، خیلی خوش اومد. اینجا گلوسی و منم آرش هم امروز میخوایم در مورد کاکتوس قورهایی با هم دیگه کمکی صحبت کنیم. پس تا آخر ویدیو با هم باشید. کاکتوس قورهای گیاهی با برگ‌های آبدار و ساقه چوبی است که بومی آفریقا و مناطق گرمسیریه. این گیاه میتونه یکی از انتخاب‌های خوب برای گیاه آویز باشه، یعنی شما گلدونشو توی هوا، توی سقف یا به میله چیزی وصل کنین، گل‌ها یا برگ‌های این گیاه آویزون بریزن پایین و خیلی جلوه زیبا و قشنگی به شما میده. این گیاه میتونه گیاه مقاوم به کم آبی باشه و اگه مدت طولانی آب به گیاه ندید، آبهای توی برگ خودش رو استفاده میکنه و میبینید که بعد چند مدت که آب به گیاه ندید، برگهاش چروکیده و جمع شدن. این به دلیلی که آب توی برگشون رو استفاده کرده. حالا بیایم بزنیم بریم شرط نگهداری این گیاه رو به صورت ریزبینانه تر با هم دیگه بررسی کنیم. این گیاه نور زیاد باید بهش برسه تا بتونه رشد خوبی داشته باشه و سر حال باشه. البته نور مستقیم خورشید به هیچ عنوان نباید به این گیاه تابیده شه، به خاطر نور مستقیم خورشید باعث میشه که برگ‌های این گیاه بسوزه و حال گیاه خراب بشه، گیاهتون از بین بره. حتما این نکته رو یادتون نره که نور مستقیم نباید به این گیاه تابیده شه. این گیاه دوست داره موقعی که خاکش خشک میشه بهش آب بدید. اگر شما نذارید خاکش خشک بشه و همتا آبیاریش کنید، یعنی خاکش مرطوب باشه، شما مرطوب ترش کنید، باعث میشه که ساقه این گیاه و اون ریشه گیاه له کنه و از بین بره. حتما توی آبیاری این گیاه یه تدبیری انجام بدید که به موقع به این گیاه آب بدید. اگه میبینید که برگ‌های کرویش، همونطور که اول ویدیو گفتم، شروع به چین خوردن کردن، به جمع شدن کردن، حتما از بابت کم آبیه که یا به حدی به گیاه آب دادین که ریشش قارچی شد و گیاهتون داره از بین میره، یا اینکه به حدی به گیاهتون کم آب دادید که کلن نمیتونه آب از خاک جذب کنه و تغذیه کنه خودشو. دمای ایدال این گیاه بین 21 درجه تا 35 درجه سانتیگراده و مناطق گرم سیری رو میتونه به راحت تحمل کنه و تو اونا زندگی کنه. خاک این ایدال این گیاه خاک کاکتوس هست که زهکشی مناسبی داشته باشه و کمی رطوبت توی خودش ذخیره کنه. به هیچ عنوان از خاک باغچه برای این گیاه استفاده نکنید، چون خاک باغچه بافت خاک متراکم هست و باعث میشه آب مدت طولانی تو خودش نگه داره. اگه که آب زیاد توی خاک بمونه و زندانی بشه، باعث قارچی شدن و له شدن ریشه این گیاه میشه. له شدن یا زرد شدن برگ‌های گیاه قورهای، این مشکل به دلیل آبیاری بیش از حد، قارچی شدن طوق یا ریشه گیاه و یا مناسب نبودن زهکشی خاک میتونه به وجود بیاد که باید هر سه عامل رو چک کنید، ببینید ایراد از کدومه و مشکل گیاهتون رو برطرف کنید. ریزش برگ‌های گیاه قورهای، این مشکل به دلیل سرما یا کمبود فسفر میتونه به وجود بیاد که اگه گیاهتون جایی هست که سردشه، جاشو عوض کنید و به جای گرمتر ببریدش. و اگه میبینید که نه، دماش اوکی، ایدال هست، حتما کود فسفات بالا بگیرید و به گیاهتون بدید. اگه سوال چیزی هم داشتید، من توی این اینستاگرام در خدمتتون هستم و میتونم به تمامی سوالاتون پاسخ بدم که این اینستاگرامو براتون اینجا میذارم. ممنون که تجربه من بودین، ویدیو رو تماشا کردید، لایک و کامنت یادتون نره. اگه توی یوتیوب هستین سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم فعال کنید و تا ویدیو دیگه شاداب باشید.